سلام، اینجا کانال تاریخ گم شده است و ما توی این کانال به تاریخ سیاسی اجتماعی زنان میپردازیم. نگاه جنسی و ابزاری به زن در طول تاریخ چه در ایران و چه در خارج از ایران وجود داشته. ما قراره در 3 ویدیو به داستان دختران بیچارهی که به شکلهای مختلف به حرمسرای قاجار راه پیدا میکردند تا نیاز جنسی شاهان قاجار رو برطرف کنند و بعد از پایان سلسله قاجار و نابودی حرمسرای اونها به روسبیگری پرداختند تا اونجا که محله شهر نو یا همون محله روسبیای تهران به وجود اومد و در نهایت به سرنوشت این زنان در زمان انقلاب ایران بپردازیم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش بزنید. حکایت حرمسرای ناصرالدین شاه داستانی است شهره عام‌وخاص. او حرمسرای عریض و طویلی برای خودش ساخت که وصف اون در تاریخ‌ها و سفرنامه‌های اون دوران اومده. به گفته عین السلطنه شاه 112 زن عقدی و صیغه‌ای داشت که به همراه نوکر و کلفت‌ها بیش از 2000 نفر بودند. شاهان پیش از ناصرالدین شاه معمولاً حرمسراهای بزرگی داشتند. فتحعلی شاه قاجار هم چند همسر داشته و حرمسرا در مورد چندین پادشاه از ایران و کشورهای دیگه هم گزارش شده. این کار علاوه بر این که میل شاهان به لذت بردن تام و تمام و البته متنوع از دنیاست، در یک مسئله دیگه هم ریشه داره. در اون دوران تصور بر این بود که موفقیت یک پادشاه در اینه که بتونه از دنیا بهره زیادی ببره. به عبارت دیگه اگه دیده میشد پادشاهی تک همسری اختیار کرده و غذای معمولی میخوره، تصور همگان بر این میشد که اون فردی شکست خورده بوده یا در آینده شکست خواهد خورد. پس دلیل تعدد همسر هم لذته و هم تظاهر به لذت برای اینکه نشون داده بشه این پادشاه پادشاهی موفقه. در اندرون شاه مهمانی میشد و زنهای شاه از خانمهای اقوام خود و زنهای رجال دعوت میکردند و شاه هم به اندرون میومد. زنهای غیر حرم هم نباید رو بگیرند. میان اونها دخترهایی بودند که اگر پسند شاه میشدند با رضایت پدر و مادر ازدواج به عمل میومد. خانمهای جا افتاده که سمت ریاست بر حرم خونه رو داشتند، خدمتکارهایی تربیت میکردند. شاه اونها را اگه میپسندید، شیخ اسدالله، شیخ حرم که برای آموختن قرائت و مسائل نماز خانم‌های حرم هر روز در خدمت بود، فوراً دختر خدمتکار را برای شاه صیغه میکرد و بر عده زنها یکی افزوده میشد. شاه به باغات و ییلاقات میرفت، بر حسب تصادف دختری در کنار نهری اومده بود آب ببره و شاه میدید و میپسندید. بعد از رضایت پدر و مادر به حرم خونه وارد میشد و به وسیله صیغه خانی شیخ الحرم زن شاه میشد. خانم های جا افتاده حرم برای عقب نموندن از این جوجه رقیب ها برای خود خیلی به دمپر شاه میرفتن و سعی میکردن که همیشه خدمتکارهای زیبا و خوش ادا و خوش حرف تربیت شده در دستگاه خودشون زیاد داشته باشن تا شاید مورد پسند شاه میشد. اتفاق افتاده که یک خواهر زن شاه شده. خواهر جوانترش برای دیدار خواهر به حرم خونه رفته، شاه طالب خواهر دوم شده بود. جمع بین دو خواهر شرعاً ممنوع بود. شاه مدت خواهر بزرگتر رو میبخشید و بدون اینکه اون رو از حرم بیرون کنه خواهر کوچکتر رو صیغه میکرد و بعد هر وقت هوای خواهر اولی به سرش میزد همین عمل رو درباره خواهر دوم اجرا میکرد. عایشه خانم و لیلی خانم خواهرهای انتظام و دوله که هر دو از زنهای ناصرالدین شاه بودند همین وضع رو داشتن. حرم ناصرالدین شاه به همین منوال پیش رفت تا قتل شاه و ورود حرمسرای شاه جدید. زنان شاه شهید باید حرم خونه رو تخلیه می کردن. بنابراین اونا رو روز ششم محرم 1313 هجری قمری پیش از پایان عده‌شون از اندرون بیرون کردن. گروهی با الاغ کرایه‌ای، شماری پیاده و برخی هم با کالسکه بیرون رفتن.
مردم هم دسته دسته و گروه گروه در خیابان ایستاده بودند و تماشا می کردند. هر کس به خودش وعده می داد و یکی رو انتخاب می کرد. این زنها که سایه اونها رو آسمان نمی دید و در وقت بیرون اومدن صدای دور شو، کور شو و پس برو گوش عالم رو کر می کرد، به این حال بیرون می رفتند و دل مردم به حال اونها می سوخت. اونها در تمام کوچه ها و محلات شهر پراکنده شدند. بعضی ها که جا و مکان نداشتن به خانه های دختران ناصرالدین شاه و اقوام دور خودشون پناه می بردن. به گفته این سلطنه هیچ صحبتی در اون روزها بیشتر از یک صحبت رواج نداشت. هر دو نفر آدمی که در جای نشسته بودند از این موضوع صحبت می کردن. طوری صحبت اونها شیوع پیدا کرده بود که بالاتر از صحبت قتل شاه در این ایام بود. 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه و 70 سال عمر اون به جمع‌آوری و تربیت اینها صرف شد و حقیقتاً از هر جهت در این کار استاد بود و مثل او احدی قوه و قدرت این کار رو نداشت. در زمان مظفرالدین شاه حرمسرا محدودتر شد و با روی کار اومدن محمد علی شاه بساط حرمخانه تقریباً برچیده شد، چرا که او جز ملک جهان مادر ولیعهد احمد میرزا همسر دیگری نداشت. پسرش احمد شاه نیز اگرچه چندین همسر داشت اما حرم سرا تشکیل نداد. خب داستان این ویدیو رو تا همینجا به پایان میرسونیم. در ویدیو دوم به سرنوشت برخی از این زنان که مجبور به روسبیگری شدن میپردازیم. ممنون از حمایتتون. اگه از ویدیو خوشتون اومده لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بگذارید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.